16 ماه پس از آغاز سفر سولار ایمپالس 2 به دور دنیا، این هواپیمای خورشیدی سرانجام بامداد سه‌شنبه با ورود در ابوظبی به ماموریت خود پایان داد. این هواپیما در 18 اسفند سال 1393 از همین مکان سفر پرماجرایش را آغاز کرد. خبرنگار یورونیوز در ابوظبی میگوید این سفر تاریخی به دور دنیا با هواپیمایی که سوختش تنها با انرژی خورشید تامین میشد، تنها یک پیروزی برای صنعت هوانوردی نبود. طرفداران استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در مقیاس جهانی نیز در این چالش پیروز شدند. آندره بوشبرگ و برتراند پیکار، خلبانان سوئیسی این هواپیما، پس از 12 سال تحقیق و مطالعه این پروژه را به اجرا گذاشتند تا نشان دهند میتوان برای مقابله با گرم شدن زمین به فناوری‌های سبز اتکا کرد. برتراند پیکار میگوید میخواهم کمیته بین‌المللی فناوری‌های پاک را تأسیس کنم، زیرا چنین چیزی هنوز وجود ندارد. هیچ نشستی برای فعالان جهانی فناوری‌های پاک وجود ندارد تا دور هم جمع شوند، قدرت بیشتری بگیرند و روی دولت‌ها نفوذ داشته باشند. سرعت این هواپیمای خورشیدی با بالهای بزرگتر از بالهای بوئینگ متناسب با شرایط آب و هوا بین 50 تا 100 کیلومتر در ساعت تغییر می‌کرد. خلبان این هواپیما می‌افزاید ما شرکایی داریم که هم حمایت مالی از این پروژه را بر عهده داشتند و هم تکنولوژی‌های آن را تامین کردند. این کار با تلاش ما به پایان رسید و اکنون آماده ورود به بازار است. سولار ایمپالس قادر به پرواز شبانه روزی بدون استفاده از سوخت است و این چیزی است که جهان ما به آن نیاز دارد. روی بدنی این هواپیما بیش از 17000 سلول فوتوولتاییک به وزن 2300 کیلوگرم نصب شده بود که از طریق باتری‌های لیتیوم نیروی لازم برای 4 موتور الکتریکی این هواپیما را تأمین می‌کرد. برتراند پیکار در پایان می‌گوید هنگامی که شما رکوردی را ایجاد می‌کنید، کسی را شکست داده اید که پیش از شما آن کار را انجام داده و در این حالت شما سعی می‌کنید که همان کار را بهتر انجام دهید، ولی به هر حال می‌دانید که این کار ممکن است. اما هنگامی که شما اولین نفر باشید، نمی‌دانید که آیا انجام آن کار ممکن است یا خیر، زیرا هیچ کس قبل از شما چنین کاری را انجام نداده. فکر می‌کنم همین موضوع انگیزه اصلی تمام اعضای تیم ما بود. به همین دلیل خوشحالم که می‌توانم نشان دهم که چنین کاری ممکن است.